عرض سلام و درود و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان گل. حالتون چطور؟ امیدوارم که هر جا هستید سالم و سلام و اسلام میشه، لبتون خندون باشه. من فرد هستم، خیلی خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب خودتون. اومدیم یه پارت دیگه از سری بازی هارتس فاین و فور ماد ملنیوم دان، بازی با ایران و جمهوری اسلامی ایران. اصولگرایان در تیراژ بالا حکومت رو در دستان خودشون گرفتن، هرچند که دیگه انتخابات نداریم سال 2030 و این وضعیت جهانیه که مشاهده میکنین. سربیا ریختن بیرون، البته سربیا نه، سیبریا ریختن بیرون و کلن اوضاع نچندان جالبی داریم. خب بچه، من بعدم نمیاد بریم بالا سر قزاقستان و متحدینش، ولی از این روسای این تیکه میترسم که قاعدتا فکشن لیدر رو داشته باشن و نتونیم بریم جلو. اینا نکاتی که حداقلش حائز اهمیته. ولی خب قبل از اینکه بازی رو شروع بکنیم، یه جاسپای بارگل نمکی روی احمد مسعود، رهبر فعلی در حال حاضر افغانستان، بزنیم و چون قولش داده بودیم افغانستان رو رنده بکنیم بریم جلو. من ارتشم رو بلافاصله بذارم تو مرزهای افغانستان که خیلی راحت و شیک و مجلسی بتونیم از روشون رد بشیم. اینم از اینو بودو پسر، کاکل پسر. یه 5 دیویژن هم سمت منطقه شمال داریم، اینا رو هم بیارم. تموم شد و رفت. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. رنده کنم بریم سراغ بازی. دوست داشتی خوش اومد، ویدیو رو با دوستاتون شیر بکنید و آره دیگه بریم بازی رو شروع بکنیم. خب بچه، ما عربستان و کشورهای عربی رو تا حدودی که اونجوری که نیاز داشتیم همه رو کامل گرفتیم. این خودش پوان مثبته. نکته ای که حائز اهمیت اینه که بچه، سال 2030 هستیم و 700 روز دیگه نسل جدید هواپیمای نسل 6 ساخته میشه. دیگه خودتون تا آخرش برید که وضعیت از چه قراریه. دیگه هیچی نمیخوایم. حاجی چه خبره؟ داستان چیه؟ این همه مگز پشه. یکم بازی رو شما ببینین. نازم بچا، یه کتلت کش آوردیم. میرید نسل کشیه حاج فرهاد رو مشاهده میکنید. یه هلمار چمون نشه. رنده همه شون رو زدم، پاره شدن. خوبه، این اولین باریه که در صحنه ویدیو هامون دارید یه همچین صحنه رو ببینید. خیلی زیاد بودن حقیقتا، ما یه جوری پاره شون میکردیم. حالا من اینجا تک و توک دیدم پارشونم میکنم. بازی داره میره جلو به همین راحتی. 36 روز از بازی گذشت تا بریم بالا سر افغانستان رندشون رو بزنیم. بچه احساس میکنم که دست یکم بازی بره جلوتر، بازی لکتر و داستانتر میشه. بیاییم موتورهای هستهیمون هم باز بکنیم. وضعیت ریسرچ ها، هنوز ریسرچ جدید نداریم. J85 جت عجیبه، واقعا عجیبه. خب به تمامی موشکامون بچه 150% بونوس میده اینجا. اینویژن پنالتی و اینا نمیخوایم. بیایم حداقل بافای خود سپاه پاسداران رو ببریم جلو. سلاحای 2025 هنوز مشتری داریم. خوبه بچه، تانک اصلا دیزاین نکردیم، خیلی کارا رو اصلا نکردیم. اینم اکسلنت، اینا رو همه رو اوکی کن. بچه احساس کنم بازی اگه زیاد چیت شد، لک شد و اینا، بچه من حقیقتا این چیزو میزنم انکس. عرضم به حضورتون که آمریکای جنوبی، بذاری من همین الانم این کارو بکنم. به کلی باف منفی بهشون میده و ساوس امریکا. بوم. خوبه بچه، یه کشور جدید اینجا به وجود اومد. کلن سمت منطقه آمریکای جنوبی یک کم هم بازی قشنگ جون گرفت. و نکته که بچه اینجا داریم کلی باف منفی بهشون میده که دیگه عملا اینا نتونن جاسوسی بکنن، ساخت و ساز نکنن، یعنی هیچ غلطی نمیتونن بکنن. یعنی ما با این کار که کردیم
به اینجا فقط لطمه وارد کردیم دیگه، چاره ای نیست بچه. بازی واسه اینکه لگ بشه و داستان نشه اینجوریه. میدونم ما شیلی رو میخوایم، ما میدونم همه اینا رو در جریانم، ولی خب از منابع طبیعی ترش استفاده میکنیم، اونم از استرالیا. خوبه. یکی از بچه ها کامنت گذاشته بود داداش همین الانم هم استارت چیز رو بزن، پورتال پاور زیاد داریم، استارت انیکس گردن همین عتیقه چی بود شیلی. آره ولی پلن ها دارم، صبر بکنید نهایتش میریم کلن آمریکای آمریکای جنوبی و مرکزی و اینا رو میگیریم و رنده کنان میریم جلو. اینکه هایتام بین طریق السعید السعید. خوبه بچه، 70 روز دیگه وارد جنگ با افغانستان میشیم، بعدم نمیاد یه جنگ وای. اوه 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 بچه، شاهده یه جنگ سنگین بین چاینا و هند خواهیم بود. جیزوس کرایسیس، نمیدونم گارانتیش بکنم بریم بالا سر چین یا نه، یا چین بیاد بالا سر هند یا نه، ولی خب این چیزی که مشخصه چین داره اعلان جنگ میکنه به هند، بریم بچه رو نجات بدیم. اینجوری نمیتونن آجی، ثبات سیاسی چیزی نداریم، تصمیماتی چیزی حرکتی ثبات سیاسی، خیلی ثبات سیاسیمون کمه. 1811 تا بچه پروتکل پاور داریم و احتمال خیلی زیاد صدی برود جنگ هند و چین رو خواهیم داشت دیگه بچه. تنه 100% و دنیا به جور هم افتاده و ما هم همچنان در حال جنگ و جداریم. نرخ بیکاری 45%. محمد کامنت گذاشته بود که داداش جهاد چیز برو، نرخ بیکاری جهاد سازندگی هم میشود رفت، ولی اجازه بدید آفیس و اینا رو دارم میسازم، زیر ساخت و اینا قبلش ساختم دیگه حاجی. این 45% همش به خاطر پاکستانه و 27% صحبت سیاسیم رو کم کرده. اسمش کنم زبونم چیز شد، سر شد به خاطر این هلمارچی که انجام دادیم، ولی خب پشمام از بین رفتم. بله چیزیم بشه ویدیو نمیذاریم. ای بابا آخرین تهدیدهای من. آره خلاصه پروپاگاندای سیاسی بود رو بریم اینجا همچنان منطقه اینا رو بزنم، کلی منابع جدید و جذابی بهمون میده. خوبه چقدرم جاسوس داریم، 2874 تا جاسوس داریم. خوبه کسی آقا جاسفای وارگولی اعلان جنگی بچه. اردن یکم خطریه، پاپت آمریکاست و اعلان جنگ گرفته رومون، میترسم حاجی با اعلان جنگش کل ناتو بریزه رو سرمون و جرمون بده. خب 280 تا فایتر داریم، منابع طلا نیاز داریم که از برادر چاینا وارد میکنیم، دورش بگردم، همیشه یه خدا با ما هست. خوبه یکم منابع رو کمترش کن صادراتمونو. خوبه به نازم دیگه نیاز نیست استیل وارد بکنیم، تکنولوژی متال هم یا لایت متال هم کمترش میکنیم دیگه، تحت هیچ شرایطی اینم نیاز نداریم. و خوبه بچه این میشه وضعیت جینگولی مستون و خفن ما. وضعیت ساخت و سازمون به چه شکل شد؟ روزانه یه دونه داریم فایتر نسل 5 میسازیم، خیلی خوبه، تقریبا 300 تا هم ازش داریم، همه رو استفاده میکنیم واسه مصارف صلح آمیز داخل جنگ افغانستان. خب بیا پایین بیا پایین بیا پایین، اینا هیچ کدوم نیست، اینه جان 300 تا فایتر رنده کن. خوبه نیروی پاراتروپی رو اینا نداریم، اشکال نداره، فدای تار موتون بریم آماده یک فضای رویایی و جذاب بشیم. بذاری من هلمارچ رو بذارم، هدست رو هم بذارم که فاز هلمارچ رو بگیریم برازم. خوبه دن 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 دن. بچه شاهد جنگ افغانستان خواهی بود، همه تون رو حالت کسب باشید. اینجا بچه نیروه کمکی و پشتیبان رو داریم. اوه افغانستان تارگت بدی ایران، یک دو سه بریم برازم بریم. دن 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 افغانستان کونی برازم.
زیر یک دقیقه. این قدرت، این عظمت، این شوکت، شما از افغانستان اینو میخواید؟ خب کامل در جا انکسش میکنم، اصلا اهمیتی به هیچ چیزی نمیدیم، چون اینجا بچه کلی جاسوس داریم که وظیفه‌شون اینه که شورش ها رو سرکوب بکنن. خب بیا شورش های سمت جنوبش رو سرکوب کن، یه جاسوس دیگه هم میذاریم که شورش های سمت شمالش رو سرکوب بکنه. ماشاءالله ریسرچ اسلات جدید، ریسرچ هامونو بریم. یکیشون رو دارم میبینم، اون عوضی ها. آره بیا پایین پارت میکنم. بچه مگسه ها، بچه مگسه، بعدم هم نمیاد بکشمش. خب افغانستان رو گرفتیم، میرم واسه دوستدارانی که دوست داشتن نقشمون قشنگتر و جذابتر و گوگولیتر بشه. فقط حالا کویت و خود آمریکا و اینا یکم اوه، این که مارکو روبلو کیه؟ خوبه آرنولد شوایتزینگر رئیس جمهور نشد. بچه آرنولد هم میاد، جدی میگم آرنولد هم میاد پاره میکنه. بچه نرخ بیکاری 50% شد، کل داستانای اینو همه رو گرفتیم. بیم آقا من مالیات کارخونه رو میارم رو 12%، اینجوری 14 میلیارد دلار سوددهی بهمون میرسه. بچه هزینه های رفاه به 64 میلیارد دلار رسیده. چرا بازی پاز بود؟ هزینه ها سنگینه، ولی همچنان تو جنگیم. ولی اگه جنگمون کنسل بشه و اینا، من بعدم نمیاد. بچه ها از یه استراتژی میتونیم استفاده بکنیم، اونم اینجوری زمیناش این شکلیه، اونم اینه که باید مجارا رو بزنیم، از طریق مجارستان بریم این در واقع قفقاز رو بزنیم که به واسطه اون بریم اینو بزنیم، یا قزاقستان رو بزنیم که به واسطه اون اینو بزنیم. قزاقستان هم خوبه بچه، کلی کشور مورد عنایت و حمایت و اینا داره، جنگ چاینا. خب من بلا فاصله بچه 100% اجازه بدید که واسهش اتچه بفرستم. آبا شالله ببینیم کی میزنه. بچه این جنگ رو خیلی دوست دارم از یه لحاظ. بذار ببینیم استارت میلیتری اید نمیذاره. We have sent a diplomatic request. نمیذاره بچه من دیویژن بفرستم. We need to be at all. با تو صلح باشیم بچه تا بتونیم بفرستیم. ای صندلی رو من گرفت. بچه موزیک های پشت سر همه که داره چیز میکنه، یکم امیدوارم کپیرایت نخوریم. آره یه 5 ثانیه پخ شد دیگه. دن 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 دن. چه ایرانی ساختم ما، اقتصاد خفه هم 15 میلیارد دلار به صورت هفتگی داریم سود میکنیم. سررمون یه کوچولو دیگه مونده تا به 30,000 دلار برسه. خود جی دی پی مون هم چیزی نمونده که به 20 تریلیون دلار برسه. الان اقتصاد آمریکا رو میگیریم دیگه، الان اقتصاد آمریکا یه چیزی بلوش 24 تریلیون دلاره. میگیرمت بابا، عددی نیستی. کلی زمین من کپچر بکنم رندت خورده. خب بچه بن سلمان رو داریم و متحدینشون رو، برادر استرالیا رو هم داریم دیگه. 21% حزب، بزن کودتا رو. به به حاجی کودتا نشید و آقای بارسولومیو ویتلام، یارو چرا چینیه؟ خب خوبه بچه ها، اینم از برادر استرالیا در جا انکسیش رو پاپتیش رو زدیم. بیایم اینجا شروع بکنیم به ساخت و ساز کردن داخلش، کاملا از این سوختای فسیلی و تجدید پذیر رو از اینجور آتشخالا بسازیم که حقیقتا جلوتر کم نیاریم. در تیراژ بالا هم فقط آفیس میسازم که نرخ بیکاریمون رو اوکی بکنم. بچه استرالیا ببینید 1.7 تریلیون دلار سرمایه داره، سرانه 120 هزار دلاره، جی دی پیش به 4 تریلیون دلار رسیده. خود گوشته، خود گوشته ها، یعنی انکسش بکنین تموم کار. خب جنگ چاینا هند، ظاهرا یکم هندی ها مقاومت کردن، ولی خب اگه هند حواسش به
لند کردن چینیا نباشه، چین به راحتی رندشو میزنه. بچه خیلی دوست داشتم من دیویژن بفرستم واسه شون. بیم فعلا جنگ گرجستانمون رو بریم، بعد از اون قفقاز رو بگیریم، جنگ با روسیه‌مون تموم شه، بریم ببینیم دنیا دست چه کسی خواهد بود. خب این از این، ولی خب افغانستان رندش رو زدیم، این خوبه، افغانستان رو کشته کردیم. روزی یه دونه فایتر خدا ارزشش رو داره. خب بچه ها سپاه امام زمان هم ساخته شد، یعنی فوکسش رو رفتیم، کلی بافای جذاب و اینا به همون میده. همین که شورش ها رو بتونیم سرکوب بکنیم خودش دو هیچ جلوییم. خب بچه ها مصر رو پاپت داریم، استرالیا رو هم پاپت داریم، ولی مصر کجا و آجی مصر هم گوشته. 1.4 تریلیون دلار جی دی پی شه و 1.3 تریلیون دلار خزانه شه. کجا تو رو برد این حجم از پولو؟ واقعا عجیبه. خب این بچه من مسیر سمت چپی رو بیشتر دوست دارم، چون مولتی رول هامون سریعتر ساخته میشه. این آقا شد 1.1 ایزی. بیم کمپانیش هم قوی بکنیم، کمپانی هواییمون کو. ایول بچه 16 تا آپگرید مختلف داریم. به نظر من بهتره که مسیرهای سمت راست شما هم بریم. دیزاین تیم کاست پروداکشن ریسورس الان کلی بچه بهمون ریسورس و منابع میده. پروداکشن افیشینسی کپ بزن بزن اما شالله بی پایین. ریلابیلیتی 5% پروداکشن کاست، خب اینو بزن، خیلی خوبه. رادار ادوانتیج، رادار گریزی ها رو بیاریم بالا. ببینید الان 16 رو ضرب در 40 بکنید، 16 رو ضرب در 40 میلیارد دلار بکنید، ما الان کل هزینه‌ای که داریم اینجا پرداخت میکنیم. ریلابیلیتی پروداکشن ریسورس نید 10% ریسورس کمتر، ولی من تولیداتو میخوام. خوبه بچه ها کامل همه چیزاشو آپگرید کردیم. اینم پروداکشن ریسورس نید 10% ریسورس های کمتری میگیره. بیا من اینو میذارم. خب بچه این از هواپیمامون همچنان رو حالت اینه که 1.1، ولی خب یه سری از منابعمون کامل آزاد شده. ای ول پسر خوبه، آماده ایم، من که آمادم، آماده ساخت هواپیمای نسل 6 باشین که اولین بار داریم استفاده میکنیم. فوکس هامون بیم فوکس های همون اگزیز آف ریزیستنس رو بریم. تارگت بعدیمون بچه ها من دوست دارم اندونزی هم، البته جنگه، اندونزی هم گوشت خوبیه. خب بچه ها جنگ چین و هند پیروزش به نظرتون کیه؟ به نظر من مردمه. حاجی در یک حرکت غیر قابل پیشبینی و باور نکردنی میرم بالا سر ایتالیا، ایتالیا رو پاپتش میکنیم. در اتفاق نادر و باور نکردنی ها، یعنی ما تا حالا از این کارا نکردیم. خب بلافاصله بیایم اینجا، اون ارگانیزیشنمون رو کاری نداریم، در تیراژ بالام که مشاهده کردیم ریدیوس اتونومی استرالیا و اینا رو بزنیم بیاد پایین. خوبه اپریشن عراق بچه هیچی توش نداره، باید بریم اپریشن سوریه رو باز بکنیم. اینجا زرد رنگه، بریم یه سری حملات موشکی. یه دونه تنش داد، اوف، یه دونه تنش داد، لانچ میسل اتک، حملات موشکی که داریم انجام میدیم. 4.5 تریلیون دلار بدهیامونه. کی حال داره اینا رو صاف کنه؟ اطلاعی ندارم. خوبه بچه جنگ هند و چین، چینی ها رخنه کردن و تونستن مناطق شرقی هند رو تصاحب بکنن، خیلی خوبه. ولی چه اتریشنی داره میخوره چاینا، من فکر نکنم بتونه از پس منابع و اینجور چیزا بر بیاد. باید دید. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ردیف ساخت و ساز داریم. چاینا بچه یه آمار جنگی بگیریم ببینیم داستان چیه. War tension current war 2, 4, 6, 7 تا جنگ مختلف وجود داره. خب
ببین هند 424 هزار نفر از دست داده، چین فقط 99 هزار نفر. خیلی دوست داشتم به هند والنتیر بفرستم، ناوگان هواییمون رو تست بکنیم، بتونیم ناوگان چین رو بزنیم، ولی خب دست و بالمون بسته است دیگه. این جاسپر بربرش چقدر طول میکشه؟ 175 روز. بزن حداقل سری بریم بالا سرش. خب قسمت های ریسورس ها و منابع رو هم داریم میریم جلو. بچه صادرات نفتی همچنان پایین، 5.7 میلیارد دلار، ولی از بلک مارکت، از بازار سیاه، ما نزدیک 40 میلیارد دلار داریم درآمد کسب میکنیم. مالزی هم پاپت اندونزی شد. خوبه، یه 20 تا کارخونه هم همینجور به ازای هر اتونومی که از استرالیا داریم کم میکنیم بهمون میده. نفوذمون هم داخل ایتالیانو سپسگرانو داره میاد بالا. خوبه، اینا موجی همشون تنش میده ها، خیلی نامردیه. خوبه، رادیوس اتونومی مصر و استرالیا رو زدیم. بلافاصله بچه ما میخواییم به دون و گرجستان حمله بکنیم. فاوند شیا میلیتاری آل ایر، بچه اینجا بونوس های ایر رو اینا میده ها، خیلی خفنه، دوستش دارم. باست ببینم هواپیمای کی اینجاست، مگه داریم، مگه میشه؟ پشه رو دیدم، بیا اینجا ببینم. خوبه بچه، یه دونه این برداشته، چه میدونم گراند میسل آورده چی آورده، برو بشین رو دوم. بعد یه دونه شونو بچه از اینا دیدم نسل 50 آبگرید شده تا دندان مسلح بود. بیا اینجا. خوبه بچه، رو حالت 50-50 گذاشتم که هم هواپیمای جاسوسیشون رو بزنن هم هواپیمای عادی، ولی خب فعلا اینو پیداش نمیکنه. با تو زمین درگیر بشه. بریم بزنیم حداقل یه دونه ایر دیگه، از هیچی بهتره. 105 میلیارد دلار پول انباشته شده داریم، احتمال خیلی زیادم سرمایه گذاریش بکنم. 40 روز دیگه جنگمونم این طرف شروع میشه، فرمان جنگشون رو بدیم که اوضاع همه چی تحت کنترل. 11 میلیون نفر من منپاور دارم، کمی زیاده میدونم. خب یکم بودجه‌مون رو زیاد کنیم، بودجه پلیسمون که بالاست، بودجه های سلامتیمون، سلامتی جمعی خوبه. حتی دوباره اقتصادمون 5 میلیارد دلار ما مثبت شد، کمش کردیم. این از این بودو بودو آجی، ببینید اصلا سمه، کلی بافای تانک و اینا میده. خب این از اتونومی استرالیا خودمون. یه کم دیگه بیشتر نمونده تا انکس کردنش. چند تا کم میشه؟ 1053 1028، 20 تا کم میشه. منو گزیدن آخرش، پارم کردن، جرم دادن. خب اینجا ببینیم، همچنان ما میزنیم ساخت و ساز هواییامون انجام بشه. روزانه 1 و 2 تا داریم نسل 5 فایتر میسازیم، اشتباه نکنید. بس ببینم، آهان شد 120، یکم افزایشش دادیم، یکم جون گرفتیم. ایرتک 46، ایرتک 46 اینجا بچه ها رادار ادوانتیج و اینجور چیزا میده. هزینه ساخته شد 339 تا. بزنیم آجی، بزنیم استفاده بکنیم. خب بچه من از ریسورس میزنم که جایگزین ناوگان قدیمیمون بشه. قاعدتا هم مشاهده میکنین روزانه 3 و 6 تا میسازیم که جایگزین اون نسل های قدیمی و آتشخالی و زپرتیمون بکنیم. آره، یعنی این دیزاین جدید جانشین دیزاین های قدیمی میشه، به خاطر همین زده روزانه 3 و 7 تا تولیدات داریم. خوبه، پروداکشن افیشینسی کپمون بچه تا 156% میره، این یعنی که تا روزانه 4 تا میشه ساخت. این هم از جنگ گرجستان. المارچه کن چجوری موزیک دیگه پخش شد، عجیبه. بریم جلو،
حتی گرجستان رو بزنیم بلا فاصله بعد از اون که جنگمون رو کامل تموم بکنیم. یه چیزی دیدم و ترسیدم، اینکه با استرالیا یه لحظه فکرم با انگلیسی ها تو جنگی کرک و پرم ریخت. خب به اینجا شما 18 تا از این قسمت حمله بکنید، همونم ادامه بدین، شما هم از این قسمت مناطق شرقی حمله کنید و ادامه بدید. این تنها راهی که بچه این جنگ روسیه رو کلن تموم بکنیم. آمریکا میخواد داخل ما بیس بسازه. وای چجوری آمریکا با این تو جنگ بود؟ بچه من این استیت اینجا رو میخوام، بگرنه به چخ میریم. خب داد 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 حله دیگه، پوینت ندارم. اوه دیدین دون بچه ببینیم چه خبره اینجا. بچه آلمان هم جز یکی از کشورهایی که از ناتو خارج شد. فرانسه امانوئل ماکرون، خانم کاتجا کیپینگ از ناتو خارج شد. بچه اعضای ناتو رو مشاهده میکنین، ناتو عملا اصلا پاشید. ما با گرفتن ایتالیا، فرانسه و جرمنی تو مشتمونه. حالا به قولی بچه ها یکم ایایش خیلی رنده کنان داره میره جلو. خب بونوس جنگ اسرائیل رو نمیخوایم، هنوز به شبیه ساز جنگ اسرائیل و اینا نرسیدیم بابا، این الان عروش رد میشیم. شبیه ساز چیه؟ جنگ چاینا در برابر هند، چه جنگی، همدیگر رو قشنگ دارن لطوپار میکنن. منتظرم بچه جنگم تموم شه هواپیمامو بفرستم واسه هند، کمک هند بکنم، از اون طرف چینی ها رو ضعیفشون بکنیم تو این گیم. خیلی دارن شاخ بازی در میارن. اینم تمام، همشو بزن راضی هم ازت. خب اینم از اینو انکس کردن برادر استرالیا. کلی پول اومد سمتمون، بدهی هامون رو همه رو دادیم. حالا میتونستیم یکم 5 روز 10 روز 15 روز اینا صبر بکنیم که اینا هم ساخته بشه، ولی بیخیال. بریم به سراغ ساخت و سازهای اصلیمون. 383 تا کارخونه داریم، اقتصادمون 2.8 میلیارد دلار مثبته، کلی هم منابع جدید گیرمون اومد. پس دیگه بچه ها ببینید، تکنولوژی متال یا آره دیگه تکنولوژی متال اصلا دیگه نیاز نداریم. همچنین منابع طلا واقعا سرشاره، صندلی رو همون میگیره. خوبه، روزانه 4.3 تا داریم فایترها رو در واقع جایگزین میکنیم. منتظریم که جنگ اینجامون سریعتر تموم شه. آجی داریم به فنا میریم. اینا چرا اینجوری هست؟ بیا قشنگ پخشو درست حسابی اینه انسان، برو جلو. چه اتریشنی؟ بس بگو چرا آمریکایی میخواستن میلیتری بیس و اینا بزنن. وجی برقو ببین 136ه، یادتون نره بچه برقمون هم رو درجه آخره ها، یعنی داریم صادر میکنیم مثلا برقو. هم چیزهای عجیبی میمیده، واقعا عجیبه. آجی اینا اصلا سمه، ایران مسیرهای سمه به خدا. به خودتون میبینید آقا 30% 40% باف اینو دارید که شورش ها رو سرکوب بکنه، یعنی دیگه هیچی دیگه. خب جنگ اینجامون چقدر دیگه طول میکشه؟ نفوذمون در ایتالیانو در تیراژ بالا داره میاد بالایانو. 40 روزه دیگه، کمتر از 40 روزه دیگه هم اینجا رو میگیریم هم راشا رو میگیریم. این که با کسی تو جنگ نیست، خدا رو شکر. نه ایتالیا بچه نفوذمون به 30% رسید، حزبمو یکم قوی ترش بکنم. 21% حزبمون قدرت گرفته داخل ایتالیا، هرچند که یه بخشی هم داشت. اقتصادش ترکیده است، واقعا داغونه. اقتصادمون چجوری شد؟ جی دی پی 24 تریلیون دلار، سرانه 32,000 دلار، یعنی 2 تا ریسرچ اسلات مفت. بوم بوم. 310 روز دیگه بچه نسل 6 هواپیماهامون ساخته میشه، یادمون نره. هم کس ازش میسازم هم فایتر. ببین یه دونه کس هم بسازیم، نظرتونه؟
Near Future Satellite. چه چیز سمی رفتیم. بیا همین الان یه دیزاین بذار نسل 6 ساخته بشه. والا رو دیزاین من میدونید چقدر حساسم. میدونید حالا که تام. خوبه بچه ها سلاحامون هم همه چی مثبته. سر این اتریشنه به چخ نمیریم بجز اینکه توپخونه های زرهیمون توپخونه های چی بهش میگن اصطلاحا توپخونه های موتوریزمون داستان دارن. خب ببین آقا دمیج تو گریسون منفی 15%، منفی 20%، یعنی رو هم اینا 20% اینجا میگیریم. این هم چیز حقیه. سپاه پاسداران قدرتش میاد بالاتر. بچه ها امام علی پلیس رو رفتیم. خب گفتید جهاد سازندگی. بچه ها کلن آفیسامون و اینا همه چی ساخته شد. بیایم اینجا بچه هایی که جهاد سازندگی و اینجور چیزا دوست داشتن بیا ببینیم. خوبه شروع بکنیم بچه ها سیویلین ساختن. هر چقدر سیویلین بیشتر داشته باشیم اوضاعمون هم بهتر میشه. بعد از اونم کلن من آفیس بسازم دیگه کافیه. بعد از اونم در تیراژ بالا کارخونه های نظامیمونو همه رو میفرستیم کجا؟ آفرین میبریم سمت استرالیا که دست کسی بهشون نرسه. اینجی خوبه بنازم. این از این. آقا جهاد سازندگی دیگه بالاتر و خفنتر از این. نرخ بیکاری 62%، چیز 48%، نرخ مهاجرت 62%. بعد تنش و اینا ایجاد کردیم نمیشه. بزن آقا بزن بریم جلو. کسی هم گارانتی نکرده حواسمون هست. بوم بنگ چینگون بوم بنازم. بعد کافی بچه یه لاین باز بکنن اینا از حالت اتریشنی در بیاد. کم اتریشنشون باز شد اینجا راحت خوبه. اینجا رو بگیر بچه اینجا نوال بیسه دیگه تمام. برید جلو به راحتی بچه یه سیرکل نمکی رو زدیم. دیویژن اینجاشون سیرکل شد. باجی گرجستان رو ببین. ارمنستان هم گرفت کلن یک پارچه رو دلنشین شد. خوبه خدا بده شانس. اینجا بچه اینا عالی. همه اینا رو بریم 5% بهتون پروداکشن میده. برو بچه من جمعا این دوستان هم مرز بشن که سریعتر پارش میکنیم. دیدین دون آمل الیکس الحمله. برو پسر بچه من سریع جنگامونو تمام بکنم. برادر هند نیازمند کمک ها. داره جر میخوره داره جارانه مقاومت میکنه. چون همه رو بذارم به حالات کست فایتر 10 تا 10 تا حالا حتی اقل دمیج میدن. این هم زیاد دیویژن های درست حسابی ندارن. همین روسا رو الان داریم پاره میکنیم. برسن تو پایتختش. بگیر پایتخت را. 140 تا بچ و برق و اینا داریم. بچه آخرهای هلمارچ هم بود. تقریبا میشه گفت جنگمون تموم شد. بیا اینجا ببینیم. Start military aid. We need to peace. بابا من با موریتانی تو جنگم.
بذار ببینم میتونیم پیس سیل بدیم. پرامس پیس رو داریم. نمیشه اینو رفت دیگه. اینجا ببینم. مگر اینکه یه کشور تو اینجا بچه بهمون دسترسی دریایی بده. کامران هیچ کدومون هم همحزبمون نیست. آهان استبلش نوال بیس. استبلش نوال بیس. او حداقل 4 نفر بهمون میده. استبلش نوال بیس. استبلش میلیتری بیس البته. خب شما 5 تا شروع بکنید از اینجا بلند شید یه لند بزنید داخل پایتخت موریتانی. حالا نگاه کن از سمت شمال میزنه. آجه کانکشن رو داریم ها؟ شاید باورتون نشه کانکشن رو داریم. اوکی 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 پس لندمون میشینه طبق قانون ژنو. 16 روز دیگه لندمون رو میزنیم و رنده کنون خواهیم رفت جلو. به نازم کلی باف ریسورس و منابع و اینا بچه این چی دارم میسازم واسه تون. یه ابرقدرت ایران دارم واسه تون میسازم. امریکایی توی قزاقستان چه غلطی میکنن؟ هیچی دیگه بچه. امریکایی قزاقستان رو از دستمون هم گرفتن. هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره. برگ برنده دست ماست. از ماست که بر ماست. اینجا هنوز یه سری چیزا رو اصلا کلن ریسرچ نکردیم. ماشالله میری لندش رفت. خوبه بچه 4 تا دیویژن بلند شدن. سری جنگ موریتانی رو تموم بکنیم. برادر هند داره جر میخوره. 521,000 نفر کشته داده. این در حالی که بچه چین هم 300,000 نفر کشته داده ها. 305,000 نفر. چی شده سیرکل دادی؟ قشنگ تو این جناح دارن پاره میشن. فقط ایرای ما رو میخوان. هیچی دیگه این گیم نمیخواد. ایرهای ما. نامی آشنا برای شما. موزن لاستیک داریم. اندونزی یار و یاور همیشگی ما. چی شد شما لندتون نشست؟ بوده دیگه. 4 تا بچه دیویژن سپاه پاسداران قدس ارتش قدس رو آوردیم اینجا. اوهون نمیذارم دیویژن بفرستید. آجی میزنیم. ایول بزن. خوبه بچه ما اینجا رو گرفتیم. قاعدتا با 5 تا دیویژن هم میشه جمعش کرد. شدنیه. امکان داره. خوبه بچه خیلی راحت با 5 تا دیویژن یه کشور رو داریم جمع میکنیم. 4 تا دیویژن البته. اینا هم یه سیرکل نمکی. بوم 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 بوم. قتلام برادران موریتانی. 22,000 نفر کشته دادن در حالی که ما 38 نفر کشته داریم. بودو 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 بچه ها منتظرن. آجی ببین 5% دوباره. مگه داریم؟ مگه میشه؟ پایتخت رو بگیر ببینم. خوبه بچه ها آرومارو رخنه بکنیم. این آخرین جنگ ما خواهد بود. یعنی بعد از اون دیگه کلن جنگ تموم میشه دیگه. بریم از اقتصادمون لذت ببریم و واسه بچه ها کلن نیروهای والنتیر بفرستم. خوبه بچه اینم از پایان موریتانی کامل. همه رو من انکس میکنم. زمیناش رو مصادره میکنیم. اینجا یه جاسوس نمکی هم بیا چونشش رو واسه همون سرکوب بکنه. عالی میشه. خوبه بچه جاسوس همون در سرتاسر دنیا حضور دارن. ببینید من تا این عوضی رو گرفتم اینم لند خورد. مگه میشه؟ سند والنتیر. آجی 14 تا دیویژن میشه فرستاد. اوکی تست میکنیم دیگه. 10 تا دیویژن فعلا واسهش میفرستم. این از این وضعیت ایر. اصلا قبول نکرد. اصلا قبول نکرد هند. بمیر. شد کنم. برو بمیر. منفی 230 رابطه‌مو. خب آمریکایی‌ها هم که اتومان دارن
کانال میزنن رد میشن عوضی ها. این هم از سقوط یک امپراتوری قزاقستان. حاجی مگه میشه؟ گشنه بیا بذار کمکت کنم. ریفیوز میکنه. خب بهتر اینجا بینیم داداشم چین. ده تا دیویژن واسهش میفرستیم. ایرای جدید من کو این 250 تا بچه ها ایر جدیدمونه. 13 تا ایر 50 تایی میتونیم واسه شون بفرستیم. حالا بیاید اینجا همین 5 تا هم کافیه. یه 100 تا این ور یه 50 تا هم اینجا. خوبه حاجی اصلا ایر نداره هند. چرا یه 100 تا اینجا بود. خوبه یه 50 تا بیاری اینجا شما 100 تا هم یکی هم 50 تا تون بیاد اینور. خب بچه 2-0 عالی. یکم ایرمون جون بگیره. اینکه عوضی نذاش کمکش بکنم دیگه مهم نیست. خوبه یه دونه از هواپیمامون خورد که حالا نسبت به این تعدادی که داریم میزنیم یه دونه تلفات واقعا عدد خیلی خوبیه. 1.5 تا داریم میسازیم هر روز و هر روزم تولیدات هواییمون داره بیشتر و خفن‌تر میشه. ببینید دوستانی که میگفتن آقا ناوگان دریایی بساز، ببینید چه ناوگانی گیرمون اومده. جمال عبدالناصر کلاس ناو هلیکوپتر بره. این دیگه واقعا به همچین چیزایی داشته باشه دیگه نیاز نداره دیگه. برادر چاینا ماهواره‌اشو به ما داد، دمش هم گرم. وضعیت هوایی آبه ماش خورد همه. 2-0 1-0 1-0 2-0 3-0 یه دونه هم از اون بالایی ها خورد. خوبه از لحاظ بافای هوایی حرف نداریم. بده 2% صحبت سیاسی رو بده داریم میمیریم. دموکراسی هم داخل کشور بیداد میکنه. 24.5 میلیارد دلار اقتصادمون مثبته چون که دیگه در جنگ و خونریزی نیستیم. کارخونه های شهریمون هم در تیراژ بالا دارن ساخته میشن. پایان هند. هند کارش تمامه. هند جی جی شد، یعنی همون جی جی خودمون. خب بیم اینجا یکم داکترین های نظامیم رو بریم جلو. خوبه این از این، اینم از این، دیگه زورمون نمیرسه. خب ایرمون بیم اینجا مولتی رول، مولتی رول فایتر ترید اسپایز ویت مانی. جاسوس ها رو میتونیم با پول معامله بکنیم. خوبه خوشم میاد از این استراتژی ها. پول و ثروت رو از هر طریقی که بخوایم به دست میاریم. بچه هند سقوط کرد و پاپت کلش پاپت چین شد. آره کی میخواد چین رو بزنه من نمیدونم. کی جرعتش داره چینو بزنه من اطلاعی ندارم. نظر من اینه که بچه ها یه سیو نمکی تا اینجای ویدیو داشته باشیم. امیدوارم که از این سیو لذت برده باشید. مثلا شما پر قدرت پر انرژی لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. هر نظری دارید حتما کامنت بکنید. به دیدی منت همه رو میخونیم چرا که نه. آره حالا یکم جلوتر به اینا هم حمله میکنیم. کشورهای عربی رو من میگیرم که کلن اثری ازشون نبونه. دمتون گرم. مرسی از سکته که حمایتاتون. به زودی پر قدرت پر انرژی با ویدیو بعدی میبینمتون. خیلی خیلی عشق.